اگر شما تصویرتون یه مقدار لرزش داشته باشه و یه مقدار تکونهای دوربین داشته باشید، اون رو میتونید با یک فیلتر با یک بیهیویر به عنوان استیبلایز از تصویر بگیرید. البته من این نکته خدمتتون بگم که اگر تصویر شما تکونهای خیلی شدیدی داشته باشه و اگر شما یه مقداری تصویرتون بیش از حد تار بشه تو حین حرکت، مسلما هیچ نرم افزاری هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی اگر حرکات ساده و یه مقدار حرکات به هر حال دوربین طبیعی و دوربین دستی وجود داشته باشه، اونها رو میتونید با استیبلایز از بین ببرید و یه مقدار نرمتر بکنید حرکت رو. شما فقط کافی استیبلایز رو به تصویر بدید و بیایید اینجا آنالیز رو بزنید. آنالیز کردن تصویر شما توسط بیهیویر استیبلایز یه مقداری ممکنه طولانی تر باشه نسبت به اینکه شما مثلا دو تا نقطه رو ترک بکنید، حالا یا کلا فرایند ترکینگ انجام بدید. علتش همینه که فیلتر استیبلایز به صورت دیفالت، ببخشید من دوباره گفتم فیلتر، بیهیویر استیبلایز به صورت دیفالت میاد کل تصویر رو آنالیز میکنه. یعنی این که مثلا شما 100 تا نقطه رو توی هر لحظه اینجاها داشته باشید و دونه به دونه اونها رو آنالیز میکنه و میاد محاسبه میکنه که به هر حال الان این نقطه کجاست، این پیکسل کجاست، توی ثانیه قبلی کجا بوده، توی ثانیه بعدی کجا بوده و یک کش ترکی ازش میسازه. یعنی نرم افزار به صورت داخلی یه محاسباتی رو یه جا سیو میکنه که بعدن اگر خواست بتونه به اونها دسترسی داشته باشه، که فقط یک بار این محاسبه طولانی انجام بشه و دیگه چند باره انجام نشه. خب اگر این 25-6 فریم آخرم محاسبهش تموم بشه و ما بتونیم نتیجه کار رو ببینیم، شاید یه مقدار توضیح روی خود تصویر راحت تر باشه. خب مثل این که داره تموم میشه. بله، الان ما نتیجه این کار رو میتونیم ببینیم و اگر شما این اسکیباز رو توی وسط تصویر نگاه بکنید کاملا ثابته و تصویر ما تقریبا ساکنه، یعنی لرزشش گرفته شده، اما به این قیمت که تصویر شما جابجا میشه و خب خیلی یه مقداری از کادرتون رو شما از دست میدید. اگر شما توی قسمت اجاست اسکیل و روتیشن رو هم فعال بکنید، نه تنها لرزش طولی و عرضی تصویر رو میگیره، بلکه چرخش های دوربین یا زوم و زوم بک های کوچولوش رو هم میتونه درست بکنه. ما اگر یک بار دیگه اینجا تصویر رو ببینیم، الان اگر فقط خود تصویر رو بهش دقت بکنید می‌بینید که خیلی استیبله، خیلی خیلی انگار واقعا دوربین با یه سپایی حالا یه کمچین چیزی فیلم برداری شده. البته خب یه مقدار تصویر لرزش داره، اون دیگه کارش نمیشه کرد، اما تکون شدیدی که ما سری قبل داشتیم دیگه اینجا اصلا نداریم. اگر شما از این نحوه استیبلایز کردن خود نرم افزار خوشتون نیاد، من اجازه بدید این رو آف میکنم، یک بار دیگه استیبلایز رو بهش نسبت میدم و این بار شما یه ترک ریجن دارید که بهتون میگه دوست داری کجای تصویر فقط ترک بشه. این کار باعث میشه که از نظر زمانی محاسبات خیلی سریعتر انجام بشه و شما خیلی راحت تر بتونید، این در واقع خیلی سریعتر بتونید نتیجه بگیرید از اتفاق استیبلایز شدن تو. منتها مسئله ای که هست اینه که جایی باید باشه که چیزهای مختلفی از روش رد نشن، چون به هر حال این باعث گمراه شدن نرم افزار میشه. باز شما پوزیشن و روتیشنتون هم دارید، اگر بخواید میتونید از اونها استفاده بکنید. این بار به جای اینکه بیاد کل تصویر رو آنالیز بکنه، فقط همین یه تیکه رو که من انتخاب کردم آنالیز میکنه و طبیعتاً خیلی سریعتر میتونه به نتیجه برسه. برای زمانی که شما استیبلایز دیفالت انجام میدین و تصویرتون درست استیبلایز نمیشه، این ترک ریجن میتونه خیلی کمکتون بکنه. علت این که استیبلایز درست به صورت دیفالت انجام نمیشه، یکیش ممکن این باشه که یه چیزهایی وارد تصویرتون میشن و از تصویرتون خارج میشن و اونها باعث میشن که نرم افزار نتونه درست تشخیص بده که چه چیزی توی کادر واقعا داره اون رو میلرزونه یا چطور میتونه کادر رو استیبل بکنه. شما همینطور که میدید اینجا هم
تصویر ما استیبل شده، باز من روتیشن و اسکیلم رو میتونم فعال بکنم و حالا کل تصویر رو ببینم. اما نکته دیگه که اینجا وجود داره، به غیر از ترک ریجن شما یه قابلیت دیگه هم دارید که خود ترکر شماست. من اگه بخوام اینجا اد میتونم بکنم که یه تریکر بر من اضافه میکنه که اینجاست. من رو میتونم جابجا بکنم، آلت رو نگه میدارم تا ببینم جاهایی که میتونم سولوشن اضافه کنم کجاست. مثلا یکیش اینجاست، من فکر کنم این نقطه خوبی باشه. اگر بخوام روتیشن و اسکیل رو هم داشته باشم، بعد حداقل دو تا تریکر داشته باشم. خب دومی رو هم اضافه میکنم و میام اینجا و حالا با گرفتن آلت این یکی سولوشن رو هم مشخص میکنم، آنالیز رو میزنم و همونطور که شما میبینید خیلی این دفعه سریعتر انجام میشه. البته برف اینجا دفنش کرد متاسفانه، زیر بهمن رفت نقطه ترک ما. یک بار دیگه من بیام جایی رو باید انتخاب بکنم که طبیعتا تصویر روش نیاد و از چیزهایی که از روی تصویر دائم رد میشن من باید حذر بکنم، چون به هر حال پیکسل ثابت رو من باید انتخاب بکنم برای ترک. آنالیز رو من یک بار دیگه فعال میکنم، ببینیم اینجا فکر کنم همون نتیجه رو بشه گرفت. به هر حال اینا راه های مختلفی هستن که شما دارید برای آنالیز کردن یک تصویر و برای ترک کردن حرکت یک تصویر. بله اینجا لنز ما اومد روی تصویرمون و متاسفانه جلو ترک درستمون رو گرفت، ولی اتفاقی که در نهایت برای استیبل کردن تصویر شما و برای استیبلایز کردن میفته تقریبا یکی. البته اینجا خیلی جیتر زیادی داریم، علتش هم اینه که ترک درست انجام نشده و یه مقدار نقاطی که من انتخاب کردم برای نرم افزار خیلی قابل تشخیص نیست توی فریم های دیگه. این یه کاریه که مقدار آزمون خطا داره، شما بعد خب یه ترک دیگر رو انتخاب بکنید، یه نقطه دیگر رو به نرم افزار بدید. اینجا من میتونم باز بیام یه نقطه اد بکنم و این دفعه دیگه به نرم افزار اعتماد نمی کنم، خودم یه نقطه رو انتخاب میکنم، مثلا اینجا رو، و حالا یه خوردم جا به جاش بکنم یه نقطه دیگه که حالا این بار این نقطه رو یه جایی مثل فرزن اینجا انتخاب میکنم، یا فکر میکنم این بهتر باشه یه جایی که یه مقدار بر نرم افزار قابل تشخیص تر باشه، جایی که به هر حال ترکش درست انجام شه. تقریبا این دفعه داره ترکش درست انجام میشه و من فکر کنم استیبلایزیشن بهتری داشته باشم این بار نسبت به دفعات قبل. خب همونطور که دیدیم ترک نرم افزار تموم شد و بله یه مقدار اینجا استیبلایزیشن هم بهتره. نه خب خیلی بهتره، چون واقعا الان من اگه روتیشن و اسکیل رو هم روشن بکنم تصویرم خیلی ثابت شده و استیبیلیتی خیلی زیادی داره. همونطور که شما می‌بینید به این قیمت تمام میشه که شما یه مقدار تصویر رو دست میدید اگر خیلی حرکت دوربینتون زیاد باشه یا لرزشتون خیلی زیاد باشه، ولی خب توی خیلی هم موارد میتونه به شما کمک بکنه و لرزش های سطحی تصویرتون رو بگیره. تنها نکته که توی در مورد این استیبلایزیشن وجود داره اینه که شما میتونید بگید که زوم بکن روی جایی که من مشکل پیدا کردم که تصویر رو دیگه خب این مشکل لبه و بین افتادن لبه رو شما ندارید ولی روی تصویر زوم میکنه. اگر شما تصویرتون تصویر HD یا HDV باشه و توی تلویزیون میخواد پخشه شاید این مشکلی نداشته باشه چون تبدیل به پال میخواد بشه، اما توی شرایط عادی شاید یه مقدار پیکسل شدن تصویر با این روش به چشم بیاد. نکته دیگه که وجود داره اینه که شما میتونید اسموت رو انتخاب کنید. اصل حرکت دوربین شما الان حفظ میشه ولی خب خیلی نرمتر میشه، انگار تعمدن یه حرکت دوربینی وجود داشته باشه. باز این یه تصمیم آرتیستی که شما خودتون اگر دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید، اگر نخواستید هم که خب میتونید اون رو روی استیبل بذارید به جای اسموت. خب توی آخرین قسمت ترک راجبه آن استیبلایز صحبت میکنیم.